خانم دکتر هم که نمیتونیم بسیم. چرا داستان شد امشب این اینترنت؟ سلام سلام مجدد. مجدد، سلام. داستانی شده این اینستاگرام و این مسائل. منم از شما عذرخواهی میکنم، از طرف مارک زاکربرگ، از همه بینندگان عذرخواهی میکنم که این مشکلات پیش اومده. نمیدونم چرا آقای دکتر نمیتونستم به لایو وصلشن. موافق هستین که ما شروع کنیم؟ حالا ایشون، من تماس که داشتم گفت حالا اینستاگرامشون رو آپدیت بکنن، شاید اگه حل شد بپیوندن به ما. به امید خدا من در خدمت جناب عالی هستم. خواهش میکنم، بزرگوارید. ما چنانچه قرار بود با محوریت سوالات و دغدغه هایی که مخاطبین ما جمعا داشتن لایو رو برگزار میکنیم و حالا پیشنهاد من اینه که ابتدا از موضوع اصلی هم بازار سرمایه شروع بکنیم و راجع به مسائل دیگه هم که سوال در خلالش هست بحث بکنیم. اول از همه بپردازیم به اون تاپیک اصلی که واسش اینجا جمع شدیم. به نظر شما بزرگترین چالشی که این روزها پیش روی بازار سرمایه است چه چیزاییه؟ من مجدد سلام دارم خدمت شما جناب کلانتری عزیز، همراهان گرامی، و بسیار ناراحت هستم از اینکه آقای دکتر رو همراه نداریم. قطعا نظرات ایشون، من خودم استفاده میکنم از نظرات ایشون و نظرات ایشون بسیار ارزشمند هست. در رابطه با بحث، حالا امیدوارم که جوین بشن بتونیم داشته باشیم ایشون. در رابطه با بزرگترین چالش بازار سرمایه ایران، آقای کلانتری، من بزرگترین چالش سرمایه بازار سرمایه رو در حال حاضر تضاد ساختاری بین اقتصاد ایران که یک اقتصاد کنترلی، یک اقتصاد دولتی هست، با ماهیت بازار آزادی که میتونه بازار بورس توش قرار بگیره میبینم. یعنی ما از یک طرف بازار بورسی رو داریم که به صورت OTC با هدف بازار آزاد، کشف قیمت توسط عرضه و تقاضا، اومدیم اینو گذاشتیم تو دل اقتصادی که حکومتی هست، دولتی هست، نظارتی هست، یعنی کاملا کنترل میشه از سمت دولت، و این دو ساختارها با هم تضاد دارن، تضاد ساختاری دارن، تعارض ساختاری دارن. به همین دلیل ما در اقتصاد ایران میایم شورای رقابت رو تشکیل میدیم، میایم نهادهایی رو تشکیل میدیم برای کنترل کردن قیمت، از اون طرف انتظار داریم که سهامدار بیاد سهم رو بخره. وقتی که ما سهم رو میخریم، در واقع مالک اون شرکت در بازار بورس به میزان سرمایه خودمون هستیم. اون وقت یک نهاد خارجی، یک نهاد بیرونی در قالب حالا شورای رقابت که سهامدار نیست اما منفعت میبره از این بازار، میاد برای سهام من سهامدار تصمیم میگیره، میاد قیمت محصولات رو تعیین میکنه. این بزرگترین مسئله است و حالا تو دلش خیلی مسائل دیگه است. بنابراین اگه بخوام حالا خیلی خلاصه بگم، تضاد ساختاری بین اقتصاد دولتی ایران و بازار بورسی که ماهیتاً آزاده، این دوتا کاملاً شاید مثلا سال 1396-1395 که بازار به مراتب کوچکتر از امروز بود، ما این تضاد ساختاری رو زیاد نمیدیدیم. اما الان با بزرگتر شدن بازار به هر حال داریم میبینیم که این تضاد ساختاری داره خودش رو نشون میده. سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر. به جناب دکترم بالاخره تونستند ما بپیوندن. سلام. سلام جناب دکتر. سلام، خیلی خوشحال شدم. یعنی واقعا در نومیدی بس این امید است، فکر نمی‌کردم به لایو امروز دیگه برسیم، چون که نمی‌دونم مشکل چه بود، ولی عذرخواهی می‌کنم از خدمتتون که دیر آغاز می‌کنیم. خانم دکتر، خدا با ما یار بود آقای دکتر. بله، برای بنده هم خوش وقتی ما و همه همراهان. سپاسگزارم. خانم دکتر لطفاً ادامه بدید. در خدمت شما هستم. خواهش می‌کنم. آقای کلانتری از من پرسیدن که بزرگترین چالش بازار سرمایه رو این روزها چی میدونید. من هم
به صورت خلاصه عنوان کردم، گفتم بزرگترین چالش امروز بازار سرمایه ما تضاد ساختاری هست بین اقتصاد حاکم بر بازار سرمایه که باید یک اقتصاد آزاد باشه، بازار کارایی باشه که قیمتها بر اساس دو نیروی عرضه و تقاضا مشخص بشه، و این رو اومدیم تو دل اقتصاد دولتی گذاشتیم که تمایل داره روی همه چیز اشراف داشته باشه، در همه چیز مداخله داشته باشه، قیمت دستوری رو بذاره، قیمتها رو کنترل کنه، حالا خوب یا بد به هر دلیلی. و این تضاده هست، یعنی این دوتا با هم نمیخونن. به همین دلیل هست که وقتی بازار کوچکتر بود ما شاهد این مسائل نبودیم، و هر چقدر که این بازار بزرگتر بشه این تضاده بیشتر خودشو نشون میده. این نظر من هست. احسنت باشم. بسیار عالی. پس به نظر خانم دکتر بزرگترین چالشی که پیش روی بازار سرمایه در شرایط فعلی هستش اصلا تضاد ماهیت بازار سرمایه که قراره با عرضه و تقاضا پیش بره و ماهیت اقتصاد کشور که یک اقتصاد حاکمیتی و دستوری هست. جناب شما موافق هستید با این نظر طبیعتاً، و اگر نکته‌ای دارید اضافه بفرمایید. بله کاملا موافق هستم و سپاسگزارم که خانم دکتر این بحث رو آغاز کردند و اشاره کردند به این موضوع. من بارها در گذشتم اشاره کرده بودم که مهمترین مسئله بازار سرمایه مسئله قیمت‌گذاری دستوری، مسئله دخالت‌های این مورد دولت، مسئله نقض حقوق مالکیت سهامداران هست، و اگر ما موضوعات دیگری رو مطرح کنیم در واقع در زبان انگلیسی میگن اسکیپ گوت، یعنی ما میایم در واقع برای سیاستگزار یک راه فرار باقی میگذاریم. یعنی سیاستگزار در زمینه قیمت‌گذاری دستوری کارش درست انجام نمیده، اچاف میکنه به سهامداران، در واقع مال سهامداران و مالکیت سهامداران رو نقض میکنه، مال سهامداران بالا میکشه، یک نوع حرامخواری هست این وضعیتی که در اقتصاد ایران حاکم هست، و از اون طرف مثلا صندوق تثبیت بازار تشکیل میده، از اون طرف صندوق توسعه بازار داریم، از اون طرف اوراق طبعی می منتشر میکنیم، از اون طرف میایم مثلا سعی میکنیم که مثلا دوره انتشار اوراق رو میگیریم، از اون طرف اوراق منتشر میکنیم که از اوایلش سهام مثلا خریداری کنیم. ببینید یک بازار، یک چیزی حدود الان البته خانم دکتر دقیقش رو بفرمایند، اندازه بازار سرمایه ما یه چیزی حدود 10 میلیارد 10 میلیون میلیارد تومان فکر کنم باشه، در همین حدود، شاید مثلا در سال 99 یک چیزی بوده 7 میلیون میلیارد تومان بود، الان به نظر من بزرگتره. و این بازار به این بزرگی رو حالا مثلا با یک قطره بارون می‌خوایم این اقیانوس رو مثلا سیراب کنیم یا این اقیانوس رو شیرین کنیم، مطلقاً چنین مسائلی امکان نداره. ما باید به ریشه بپردازیم. ریشه هم عبارت است از نقض حقوق مالکیت. حقوق مالکیت سهامداران به شدت نقض میشه، کاملا خلاف شرع، خلاف اخلاق، خلاف علم، خلاف تجربه بشری است، ولی صورت میگیره، مرتب ادامه پیدا کرده تا کار به جایی رسیده که میبینید در چند ماه گذشته اعتماد از بازار سرمایه رخت بربسته. البته یک بازی هم هست بین سهامداران و بزرگان بازار و مدیریت بازار، و اونم این هست که به صورت نوسانی متأسفانه بازار رو دچار ریزش میکنند، خودشون منتفع میشوند، زودتر از بازار خارج میشوند، و افرادی که متاسفانه احساسی عمل میکنند در این در حضیزه ها سهام رو میفروشند و مجددا میبینید بازار رشد میکنه. و اینجا دیگه اعتماد، نه اینکه اعتماد سهامدار برگشته باشه به بازار، بلکه بعد سهامدار با این بازار آشنا شده، با این بازی ها آشنا شده. و این هست که شما میبینید که مثلا در 2-3 ماه گذشته وقتی که این ریزش ها شروع شده و این وضعیت واقعا اسفبار ادامه پیدا کرده، بسیاری از سهامداران با طمأنینه بیشتری عمل میکنن، چون میدونن دیر یا زود بالاخره شرایط سیاسی کشور اجازه نمیده که وضعیت بازار سرمایه اینقدر پایین باشه. نکته دیگه، البته خانم دکتر اگه نکته دارم بفرمایید، من میخوام به یک نکته کاملا متفاوت اشاره کنم. قبل از اینکه خانم دکتر ادامه بدن، یه نکته دکتر سعدوندی گفتید درباره این، اشاره کردید به صندوق‌های حمایتی مثل صندوق تثبیت و غیره. خب الان یه تقاضایی بعضی گاهی ما ببینیم بین سهامدارا شکل می‌گیره که آقا چرا صندوق تثبیت وارد نمیشه، چرا منابع به صندوق تثبیت عرضه نمیشه. این سازوکار صندوق تثبیت رو به طور کلی شما چطور می‌بینید؟ یه توضیح بفرمایید اصلا آیا این تقاضای درستیه که از جانب برخی سهامدارا مطرح میشه؟ برخی فعالین بازار الان می‌بینیم تقاضا دارن که آقا این صندوق باید با جدیت وارد بشه، این چطوره؟
بله، البته من نمیخوام، ممکنه این باشه ها، نمیخوام این اتهام رو وارد کنم به برخی از فعالان بازار که هماهنگ هستند با مسئولان سیاسی، با مدیریت بازار، یک چنین اتفاقی ممکنه بیفته. حالا ما نمیخوایم دیگه رو چند تاشونش بپردازیم، ولی این تقاضا تقاضای باطلیه. از اولم عرض کردم خدمتتون، اصلا یک قطره باران چگونه ممکنه که اقیانوس رو سیراب کنه، یک اقیانوس رو شیرین کنه؟ امکان نداره. دقت میفرمایید اندازه صندوق تسبیح الان نسبت به اندازه کره بازار چقدره، چقدر میتونه تاثیر داشته باشه؟ صندوق تسبیح در واقع در جهت اعمال رانت در واقع ایجاد شده، یعنی یک سری سهام خاص رو صندوق تسبیح بالا میبره، کسانی که اطلاع دارن که کدوم سهام ها رو صندوق تسبیح روشون نظر داره، اینها برنده این بازی هستن. دقت میفرمایید در هیچ جای دنیا ما چنین ابزارهایی نداریم، البته اینا اصلا ابزار نیست، بازار ابزاره. صندوق تخریب دیگه، من عرض کرده بودم خدمتتون، صندوق تخریب بازار هست و غیر قانونی هم هست. بالاخره یک ابرمردی هم باید پیدا بشه. خود من اگر فرصت داشتم پرونده باز میکردم در دیوان عدالت اداری و این صندوق رو تعطیل میکردم، ولی فرصتشو ندارم متاسفانه. دید سهامداران کاملا متاسفانه نادرسته، یعنی سهامدارا فکر میکنن این صندوق تسبیح واقعا به نفعشون تمام میشه، نمیدونن که این ابزار، اینها اصلا ابزار نیستن، اینها مداخله در بازار، بازار رو تخریب میکنه، اعتماد بازار رو از بین میبره. بازار باید آزاد باشه، فلکچویشن ها و بالا و پایین رفتن ها و فراز و فرود های بازار رو نباید افرادی بتونند تاثیرگذار باشن، نباید افرادی تعیین کنند. دقت میفرمایید وقتی افراد تعیین میکنند، از هر فراز و فرود بازار هزاران میلیارد تومان بعضی وقتا سود این منتقل میشه، این اول میشه. دقت میفرمایید، یعنی اصلا بحث خیلی جدیه، بحث شوخی نیست این مسائل، و اینها نقض حقوق مالکیت. عرض کرده بودم خدمتتون. بله خیلی ممنونم. من برگردم به خانم دکتر. از اونجایی که گفتن که مهمترین چالش پیش رو تضاد بین شرایط اقتصاد کلان و ماهیت بازار سرمایه میدونم، من میخوام ازش خواهش کنم که یه خورده راجع به اصلا همون شرایط عمومی اقتصاد کلان کشور توضیح بدن که به نظرتون طی 2 سال گذشته شرایط عمومی اقتصاد کلان کشور چطور بوده؟ با ما مثلا در بخش واقعی اقتصاد، شرکت هایی که در بازار بورس حضور دارن، ببینیم که گزارش ها و آمارای خوبی داره منتشر میشه، حتی هم در شرایط اقتصادی هم در شرایط شرکت ها، اما آیا اینا واقعیه؟ میشه بهشون شبهه وارد کرد؟ چطور نظر شما؟ افرادی که آمار خوندند و با علم آمار آشنا هستند، واژه مناسب و روی کردی رو یاد میگیرند به نام آمارسازی. یعنی اینکه شما با یک عدد به صورت خیلی واقعی میتونید آمار رو به گونه‌ای بیان کنید که خلاف واقعی باشه، واقعیت باشه. یعنی چی؟ یعنی که مثلا یک جایی عدد 2 ممکنه عدد بزرگی نباشه، اما همین 2 رو اگر بیایید به نسبت 4 بگیرید میشه 50% عدد 4، منتها همین عدد 2 به نسبت 100 میشه مثلا 2%. خب یعنی منظور اینه که این آمارسازی ها یک هنره، و واقعیت امر اینه که اگه بخوایم خیلی خوشبینانه صحبت کنیم، اینه که ما در سطح اقتصاد کلان که استاد عزیزمون آقای دکتر سعدوندی استاد هستن و من تلمذ میکنم خدمت ایشون، ما شاهد یک شلختگی در تصمیم گیری در سطوح بالای مدیریت هستیم. یعنی کاملا به وضوح داره مشاهده میشه. به همین دلیل هست که تصمیم های خلق و سائه، تصمیم هایی که اعمال میشه، یعنی تصمیم هایی که گرفته میشه ابلاغ میشه، اجرا میشه، و بعد تازه میان عواقبش رو بررسی میکنن و به این فکر نمی کنند که این تصمیم ها چه تأثیری میتونه روی آحاد جامعه. حالا مشخصا ما داریم در رابطه با بورس صحبت میکنیم، در رابطه با بر روی سهامدار بورسی داره. یعنی چی؟ یعنی تصمیم گیرنده ما، قانونگذار ما در سطح کلان با عواقب تصمیمات خودش یا اون ابلاغیه های خودش بر روی بازار آشنا نیست، تعمدن سهون حالا به هر نوعی میاد تصمیم هایی رو میگیره که آثار مخربی روی بازار بورس داره، فضا رو ملتهب میکنه، و بعد میاد تلاش میکنه با استفاده از کمک کارشناسا آماری رو ارائه میده که این آمار از نظر عددی درستن، اما واقعیتش رو بخوایم به گونه دیگه اگه بخوایم اعلامش کنیم، به دید اقتصادی بخوایم نگاهش کنیم، کاملا اشتباهه. یعنی آمارسازی میشه به نظر من در بعضی جا. حالا این اتفاقی که میفته، این شلختگی تصمیم گیری چیکار میکنه؟
میاد فضا رو ملتهب میکنه، فضای بورس رو ملتهب میکنه. سهامدار زیان دیده ای که از سال 99 در بازار بوده و امروز به بلوغ فکری رسیده و از اون تجربه های تلخ دست یاد گرفته، میاد چیکار میکنه؟ میشینه کنار، کاری نمیکنه، منتظر میشه فضا آرامتر بشه، اونجا تصمیم بگیره. اون سهامدار زیان دیده ای که سال 99 براش تجربه نشده و میاد خودش رو طلبکار از بازار میبینه، میاد اعلام میکنه، میگه من باید حقم رو از بازار بگیرم، یا اینکه زیان دیده، یا اینکه زندگیش به مخاطره افتاده، یا اینکه دچار چالش‌های جدی شده، میاد وسط و با رفتارهای هیجانی کارهایی میکنه که در نهایت به ضرر خودشه. چرا؟ چون ما بر اساس واقعیت حاکم بر بازارهای سام فری گیم های مثل بازار ایران، که حالا بازار بورس ایران که یه بخشش میتونیم بگیم حالا به نوعی شبیه هست، 99% بازاری که بازنده هستند، اینها افراد هیجان زده ای هستند که مزد صبوری اون بازیگر صبور رو پرداخت میکنن. بنابراین فضا ملتهب میشه، عده ای با هیجان وارد میشن و اون کسی که نشسته به دنبال تومه این افراد رو شکار میکنه و سودهاشو میگیره. این اتفاق داره میفته. برگردیم به همون شلختگی تصمیم گیری، به همون فضاسازی، به همون آمارسازی که واقعیت نیست. اگر آمارها واقعی هست، ما حداقل باید یک دونش رو توی زندگی خودمون تأثیرش رو ببینیم و این مشاهده نمیشه. این حداقل چیزی هست که ما میتونیم مشاهده کنیم. به عنوان مثال میگن تورم کاهش پیدا کرده، پس چرا این کاهش تورم رو ما مشاهده نمی کنیم؟ پس چرا این رشد اقتصادی رو ما مشاهده نمی کنیم؟ پس چرا این بهبود شرایط رو ما استفاده نمی کنیم؟ ما نمیتونیم ببینیم. من همچنان آقای دکتر اگر اشتباه میکنم شما صحیح بفرمایید، من متاسفانه همچنان رد و پای اون نظریه 25 اقتصاددان رو در حبس بازارهای مختلف همچنان میبینم. یعنی نامه ای نگارش شده، 2 سال قبل اعلام شده که بازار بورس و بازارهای پردرآمدی اینها تورمزا هستند، حالا برای اینکه جلوی تورمش گرفته بشه سود مردم حبس شده، این بازار دستکاری شده که به درآمد نرسه، بازار سرکوب شده، این سرکوبه در نهایت مثل فنر از جا میپره و شکهایی میده. من بسیار نگران بیماری هلندی هستم به خاطر این اتفاقهایی که دارم مشاهده میکنم. بنابراین حالا من بخوام حالا خلاصه کنم، خیر، من فکر نمیکنم که آماری که داریم میبینیم درست باشه و عملکرد اونقدری که اعلام میشه عملکرد مطلوبی نبوده. درسته، متشکرم. برگردیم به آقای دکتر. حالا من یه توضیحی دوباره خدمت بینندگانی که تازه به ما پیوستن عرض بکنم که محوریت لایف با سوالاتی هست که قبل از لایف سوالات زیادی که از جانب مخاطبین هم جناب دکتر سعدبندی هم خانم دکتر محبی به دست ما رسیده و مخاطبین کلینیک اقتصاد، و اگر رسیدیم شما اگه سوالات دیگه هم دارید در کوشن باکس حتما بنویسید، ما به علت اینکه کیفیت لایف پایین نیاد کامنت ها رو بستیم. اگر رسیدیم حتما سوالات کوشن باکس رو هم مطرح میکنیم. برگردیم با دکتر سعدوندی. شما مهمترین عوامل بنیادی که بر بورس تأثیر میذارن و بتونن نشانه های خروج از این شرایط اسفناک فعلی رو به بازار مخابره کنن رو چه چیزهایی میدونید؟ بله، سوال خیلی خوبی رو مطرح کردند. اولا من میخوام به این نکته اشاره کنم که از نظر بنیادی واقعا رفتار مردم و این رفتار گله‌واری که صورت گرفته اینطوری نیست که کلن مطلقا توجیه نداشته باشه. ببینید این قیمتگذاری دستوری که انجام شد، این که دولت مثل گرگ نگاه کنه هر جا که یک شرکتی سوداوری داره سعی کنه این سوداوری ازش دریغ کنه، مالیات که میگیره، در قیمت ارز صادرات که مداخله میکنه، نرخ مواد اولیه رو که تغییر میدهد، آخه چیکار میتونسته بکنه که نکرده؟ دقت میفرمایید در این 3 سال واقعا مرثیه اقتصاد ایرانه. یعنی فاجعه ای که در این 3 سال بر اقتصاد ایران رفته در طول تاریخ ایران سابقه نداشته. افرادی به نظر میرسه کاملا بلدوزری
صنعت به صنعت رو نشانه میگیرند و در جهت تخریب صنعت حرکت میکنند. نمونه مشخصش، من بارها صنعت تایر رو مثال زدم خدمتتون، صنعت لاستیک. صنعت لاستیک سازی رو شما برید ببینید که سال 99 چه وضعیتی داشته، سال 1400 وضعیت ترازنامه سود و حساب سود و زیان چطور بود و بعد از اون چگونه دست گذاشتن روی صنعت. مثل صنعت لاستیک حداقل شاید من خدمت شما عرض کنم 20 صنعت اصلی بورس هستن که بدین صورت با مداخله افراد متاسفانه راندخار، افرادی که دنبال ترویج دلالی به اسم شعارهای ارزشی هستند، متاسفانه 20 بازار رو این افراد تونستن تحت تاثیر حداقل قرار بدن. یعنی 20 بازار اصلی، کل بازار بورس هم همین 20 بازار هستند، بازار اصلی همین ها هستند، همه رو تحت تاثیر قرار دادن. این باعث شده که نسبت سوداوری شرکت های بورسی نسبت به تولید ناخالص ملی، نسبت به نقدینگی، نسبت به ارزش بازار کاهش پیدا کنه. خب در چنین شرایطی خب شما باید انتظار داشته باشید که قیمت ها هم کاهش پیدا کنه دیگه. ولی همه قضیه این نیست. نکته دیگری هست که الان نادیده گرفته میشه. دولت سعی کرده تورم رو کنترل کنه در این چند ماه گذشته. ادعاها این است که دولت موفقیت بالایی داشته، بانک مرکزی موفقیت بالایی داشته. اما آنچه که نادیده گرفته میشه این هست که این موفقیت در کنترل تورم موقت هست و به نظر نمیرسه که سیاستگزار پولی و سیاستگزار بودجه‌ای در جهت رفع کامل بحران تورم که یک بحران 52 ساله هست حرکت میکنند. بنابراین شما میبینید که نرخ تورم شاید یک مقدار کاهش پیدا کرده، نرخ رشد نقدینگی شاید یک مقدار کاهش پیدا کرده، ولی اون اصل کاریه که نرخ رشد پای پولی هست نه فقط کاهش پیدا نکرده که افزایش پیدا کرده. دوستان عزیزی که دارید سهاماتون رو میفروشید، من میدونم دولت روی سوداوری شرکت ها دست گذاشته، ولی این کنترل تورم به این صورت موقتی هست و ما مجددا تورم را خواهیم داشت. متاسفم که اینو عرض میکنم خدمتتون. میتونستیم بریم به سمت شرایطی که دیگه هیچ وقت تورم نداشته باشیم، میتونستیم شرایطی به وجود بیاریم که تورم ما بره زیر 5%. میدونم برای دوستانی که در این لایف حضور دارن شاید این مقدار عجیب باشه، یعنی ایران با این تحریم ها ممکنه که برسه به تورم زیر 5%. من به طور قاطع خدمت شما عرض میکنم بله ممکنه، ولی عزمی نیست. ولی و عزم اولین عزم این هست که از متخصصان استفاده کنن. وقتی تجربه نیست، وقتی که دانش نیست، وقتی که بینش نیست، خب طبیعیه که این افراد نمیتوانند. یعنی تمام تلاشی که کردن همین نرخ تورم مثلا 30% است که یا بالای 30% است که الان مشاهده می کنیم، این تا دو همه توانشون بوده. پس ببینید بازار شرایطی که داره مثلا سال 98، یعنی سال 98 هم اینجوری نیست که ما رشد اقتصادی بالا می داشتیم. البته دولتیان ادعا میکنن که رشد اقتصادی عالی، نرخ بیکاری عالی، اصلا توی دنیای مریخ دیگری زندگی میکنن. یعنی رو زمین که نیستن هیچی، روی مریخ هم نیستن، رو مریخ دیگری هستن. دولت های قبلی هم ممکن بود یکی از آمارها رو مثلا بالاخره یه مقداری وارونه جلوه بدهن، ولی این صورتی که الان پیدا کرده که این اختلاف بین برداشت مردم و مسئولان واقعا بی سابق است. متاسفم که اینها اتفاق افتاده. من آرزوی موفقیت این دولت رو داشتم. شما اگر ملاحظه بفرمایید در ابتدا بعضی فکر می‌کردم ما برای پست این کارا رو می‌کنیم. شأن بنده عجل لازمه که پست بگیرم. اینو خدمتتون خیلی راحت عرض می‌کنم در این لحظه. شأن بنده عجل هست که در چنین شرایطی بیام پست بگیرم. ولی همین دولت آقای رئیسی، همین دولت مردمی که روی کار اومد، یه چیزی شاید حدود 30 تا پیشنهاد داشتم و این پیشنهادها رو در توییتر اعلام کردم. و اتفاقا مخالفین بنده رو متهم می‌کنن، میگن چرا این پیشنهادها رو ارائه دادید؟ من این پیشنهادها رو ارائه دادم به خاطر کشورم، به خاطر که می‌دیدم شرایط ممکنه به سمت شرایط ویژه و خاص برود. متأسفانه به هیچ کدوم از این توصیه‌ها تا امروز عمل نشده است. در چنین شرایطی وضعیت گذشته متأسفانه می‌تونه ادامه پیدا کنه. اگر وضعیت گذشته ادامه پیدا کنه دیر یا زود این تورم برمیگرده. برداشت دولت‌ها معمولاً همین طور بوده و چون این دولت معمولاً کپی می‌کنه از دولت‌های قبلی، مثلا خیلی خیلی دولت مردمی به دولت تعبیر امید نزدیک از نظر سیاست‌های اقتصادی. یعنی من واقعیتش بین خودمون باشه، من برداشتم این است که احتمالاً جلسات خیلی نزدیکی بین مسئولین اقتصادی این دولت و دولت قبل داره برگزار میشه. خیلی شباهت دارن از هر نظر، از نظر رفتار، از نظر ارتباط با مردم، از نظر سیاست‌گذاری اقتصادی خیلی نزدیک هستن. البته خب شما می‌بینید مشاور مثلا بانک مرکزی در این دولت و مشاور بانک مرکزی در دولت قبل یکی هست، یا مسئولین دیگر کارشناسان اینا تقریبا
همه یکی هستن. مثلا اتحادی بین دولت مردمی و دولت تعبیر امید ما در زمینه مسائل اقتصادی داریم، و معمولا اینطور بود در اون دولت گذشته که در نیمه اول سال که درآمدهای مالیاتی محقق میشه تورم رو کنترل میکردن، در نیمه دوم سال تا اونجا تا خرتناق تا اینجا تا بالای گوششون میمدن از بانک مرکزی استقراض میکردن، بعد هم ادعا میکردن که ما استقراض ما از بانک مرکزی صفر. دقت میفرمایید، من به همین دلیل بود که وزیر اقتصاد گذشته رو به عنوان علامه معرفی کردم. یعنی انقدر که مسائل بدیهی رو ایشون به تمسخر گرفته بود، خب بالاخره، ولی خب ببینیم دقیقا همون جملات از زبان وزیر اقتصاد دولت مردمی داره تکرار میشه. جای تأسفه، واقعا جای تأسف. من شرمنده شدم، فکر نمی کردم که تا این حد به ابتذال کشیده بشه علم اقتصاد. این که بگویند در شرایطی که نرخ رشد پای پولی داره به سطح 40% میرسه و مجدداً در حال رشده، این که وزیر اقتصاد بیاد ادعا کنه که ما استقراض از بانک مرکزی نداریم، ما اضافه برداشت از بانک مرکزی نداریم، و تعریف اضافه برداشت رو تغییر بده، تعریف استقراض از بانک مرکزی رو تغییر بده، چه کمکی به مردم میکنه بجز این که اعتبار فرد و اعتبار کل دولت؟ این فردی که داره این صحبت رو میکنه فقط وزیرم نیست، سخنگوی اقتصادی دولت این چنین صحبت میکنه. اینا ما شرمندگی برای ما، ما شرمساری برای ما. اما واقعیت این هست که نرخ رشد پای پولی متاسفانه در حال رشد است. بالاخره به درآمدهای نفتی دست پیدا کردند. حالا من این نکته رو عرض کنم، بعد سرکار خانم محبی پاسخ، یعنی سخنانشون بفرمایید، باز مجددا برمیگردم. ببینید الان اعلام شده که در ماه دولت 3 میلیارد دلار درآمد ارزی دارد. اگر قرار باشه که دولت مردمی پای دولت دولت‌های گذشته بگذاره، از درآمد ارزی برای ایجاد بیماری هلندی و تخریب اقتصاد ایران استفاده خواهد شد. اما اگر تغییر مسیر صورت بگیره، 3 میلیارد دلار درآمد ارزی در ماه، یعنی اینکه ما اگر به مدت 3 سال این درآمد نفتی رو در زیرساخت ریلی ایران سرمایه گذاری کنیم، فقط 3 سال، می توانیم از نظر کیفیت، سطح کیفیت رو به شدت، کیفیت زندگی رو به شدت در این کشور افزایش بدیم، و از نظر ریلی به سطح کشورهای پیشرفته جهان مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل اسپانیا و مثل ژاپن و چین برسیم. دقیق بفرمایید، همین 3 سال همین شرایطی که هست بماند، هیچی هم در واقع وضعیت جاری میتونه مطلقا تغییر نکنه، همین شرایط بماند، ولی بعد از 3 سال ایران میتواند به یک شبکه ریلی مجهز بشود که اصلا کلا تحریم هوای ایران کلا منتفی بشود. دقیق میفرمایید، میشود از این درآمد ارزی این استفاده رو کرد. ولی نکته که سرکار خانم دکتر محبی فرمودن در زمینه نگرانی برای بیماری هلندی واقعیت داره. خیلی قاطع ریاست بانک مرکزی مسیر ریاست قبلی بانک مرکزی های سال آبادی رو دنبال میکند که در پاسخ به سخنان رهبری در ابتدای سال گذشته، ایشون در تلویزیون حضور پیدا کرد آقای سال آبادی و رسما اعلام کرد که ما از ارز حاصل از فروش نفت برای بازارسازی بازار ارز استفاده میکنیم. این بازارسازی بازار ارز یعنی ارز پاشی، یعنی راندخاری، یعنی راندپاشی، حالا با این عنوان، یعنی قشنگ ایشون اعلام کرد پاسخ داد. منتها چون خودی هستند، وقتی که اینجوری به سخره میگیرن سیاست های کلان کشور رو، کسی باشون کاری نداره، از این پست به اون پست انتقال پیدا میکنن. وگرنه خیانت از این بزرگتر نیست که شما ارز حاصل از فروش ثروت رو صرف ایجاد بیماری هلندی بکنید، صرف ایجاد تورم بکنید. خیانت از این بالاتر نبوده، و این خیانت در کشور ما 52 ساله که ادامه پیدا کرده، 50 حداقل بنده 8 ساله که دارم فقط روی این نکته خاص تاکید میکنم و تغییری به وجود نمیآید. همه این مسائل به کنار، بازار سرمایه من برداشتم این است که نیمه دوم سال احتمالاً وضعیت خیلی مناسب تری خواهد داشت. سرکار خانم محبی ببخشید که من طولانی صحبت کردم، در خدمت شما هستم. خواهش میکنم، استفاده میکنم. آقای دکتر، من فقط یه چیزی رو در تکمیل فرمایشات جناب عالی بگم. آقای دکتر، ما به هر حال در این که آقای کلانتری، ببخشید من حالا اینو خواهش میکنم، بفهم
در اینکه کشور ایران یکی از بزرگترین، حالا بگیم جزء اولین یا دومین دارندگان ذخایر انرژی در جهان هست شکی نیست. یعنی کشور ایران بر روی منبعی از ثروت خدادادی واقع شده و ما حالا به عبارتی میتونیم بگیم که جمع ذخایر انرژی ما، جمع نفت و گازی که ما داریم، میتونه ما رو تبدیل کرده به بالاترین دارنده ذخایر جهان. اما متاسفانه امروز شاهد هستیم که این بزرگترین دارنده ذخایر انرژی جهان هیچ جایی در بازار نفت جهانی نداره. یعنی به راحتی از بازار نفت جهان، از بازار انرژی جهان کنار زده شدیم. بنابراین این هم یک هشدار دیگه از اون چیزی که جناب علی به درستی فرمودید. ما به راحتی میتونیم از کریدور جایگاهی که خداوند ما داده، یعنی نقطه اتصال شرق به غرب، جنوب به شمال، شمال به جنوب، از این جایگاه هم به راحتی میتونیم کنار گذاشته بشیم، کما اینکه ما دیگه در جاده ابریشم هم حتی قرار نداریم. و کنار گذاشتن ایران با هزینه‌ای که کشورهای همسایه برای بهره بردن از این اخفال دارن استفاده میکنن به راحتی امکان پذیره. کافی خودمون بیدار نشیم و این مزیت رو به زودی از دست بدیم. نمیدونم آیا جناب علی موافق هستید یا اینکه خیر. ببینید، من موافق باشم یا نباشم، واقعیت این است که این اتفاق خیلی علنی داره میفته. تمام همسایه‌ها دارن ما رو دور میزنن. الان ببینید، سال هاست، من 8 ساله که آرزو این بوده، آرزوی بنده، من یه چیز خدمت شما عرض کنم، خدمت دوستان عزیز که در لایف هستن، یک گروهی اومدن با من صحبت کردن، گفتن آقا این راه آهن چابهار سرخ راه آهن مناسبی هست، شما پیگیری کنید، شما در فضای مجازی مثلا اعلام کنید. من تحقیق کردم، به نکته رسیدم، واقعا شوکه شدم. اونم این بود که سعی کردم دسترسی پیدا کنم به کتابچه توسعه ریلی در ایران مربوط به وزارت راه، وزارت مسکن، دقت می‌فرمایید؟ و دیدم که این مهمترین خط آهن یا یکی از مهمترین خط آهن های ایران، راه آهن چابهار سرخس رو، اینها تنها راه آهنی که از اولویت خارج کردن. دقت می‌فرمایید؟ این راه آهن، مهمترین راه آهن، از اولویت خارج بود، از اولویت خارج بود، که بعدها هیچ وقت هم فکر نمی‌کنم، حتی در این دولت هم فکر نمی‌کنم وارد اولویت شده باشه. نمی‌دونم، باید پاسخ بدن، یعنی اعلام کنن که آیا واقعا اولویت دارد یا ندارد. بعدا قرارگاه خاتم الانبیا شروع کرد رو این کار کردن. خب اونم با چه سرعتی؟ من یک طرحی داشتم که کنسرسیوم بین‌المللی به وجود بیاریم، از سهامم نفروشیم، سهامشو به مردم خودمون بفروشیم، باند بفروشیم، اوراق قرضه مثلا چیز بفروشیم، اوراق قرضه به ارزهای کشورهای منطقه بفروشیم، و این خط آهن رو نه به صورت یه دونه خط آهن، که اونم خیلی مفیده، یعنی حتی اگر یک خط آهن از چابهار به سرخس کشیده بشه، همون گشایش بسیار بزرگی برای ما خواهد داشت، که الان قرارگاه خاتم قرار این کارو بکنه دیگه. یعنی مثلا از زاهدان مثلا 100 کیلومتر افتتاح کردن، حالا با این سرعت نمیدونم کی تموم بشه و کی افتتاح بشه. راه آهنی که صافه، روی دشت این راه آهن میره، که خیلی سریع میشه به بهره برداری رساند. دقیق میفرمایید. بعد ما اومدیم بررسی کردیم کدام خط آهن ها در اولویت دولت قبل قرار داشت. دیدیم هر خط آهنی که ساخته به بنبست خورده، نه که بنبست اجرایی، از ابتدا در برنامه ریزی و پلنینگ برنامه این بوده که این خط آهن به بنبست برسه. مثلا بارها من عرض کردم، راه آهن تا رشت میره، از رشت ادامه پیدا نمیکنه و کنار اون، و میگن مشکله و میگن بودجه خیلی زیادی میخواد، یک راه آهن بنبست دیگری مثل راه آهن اردبیل ساخته میشه. دقت میفرمایید؟ راه آهن مثلا به ارومیه راه آهن کشیده شده، به سمندج راه آهن کشیده شده، به کرمانشاه راه آهن کشیده شده. همون کرمانشاه، راه آهن کرمانشاه اگر به خسروی میرسید خیلی تغییرات بزرگی رو به وجود می‌آورد. ولی متاسفانه این قضیه صورت نگرفت و این وضعیت سیاست‌گذاری اقتصادی ماست. اشکال چه هست؟ اشکال این است که متاسفانه مردم هم از این نوع سیاست‌ها خیلی وقتا حمایت می‌کنند. یعنی عوام فریبان میان میگن که مثلا ای مردم می‌بینید مثلا افرادی، حالا اسمای رو ما گذاشتن دیگه، کاسبان گرانی یا نیو لیبرال‌ها، حالا بنده که تمام عمرم، من یک عمر با منتقد اقتصاد نیوکلاسیک بودم، یک عمر، دقت می‌فرمایید؟ حالا به ما میگن نیو لیبرال، من میگم شابلابود اینا تعریف شد، تغییر دادن دیگه، یه چیز باید بگن دیگه، باید انگ بزنن دیگه. چرا باید انگ بزنن؟ چون ببینید مرد دارن فریب میدن مردم رو. یعنی قیمت مثلا مرغ رو گرون میکنند،
پایه پولی چاپ میکنند، اضافه برداشت به بانک‌ها را اجازه میدهند. کاملا دولت در سال گذشته که ارز 4200 رو، بانک مرکزی و دولت در سال گذشته که ارز 4200 رو حذف کردند، همزمان شروع کردن به سیاست انبساطی پولی در انتهای سال به افزایش قیمت ارز و نرخ تورم انجام میده. این کاملا تعمدی بوده، این قضیه صورت گرفته بعد اعلام کردن به خاطر حذف ارز 4200 بوده. خب مردم هم برداشت اون است که یک ارز 4200 مثلا تبدیل شده به 25 تومان، احتمالا این باعث تورم شده. خیر، این باعث تورم نشده، خرابکاری شده در سیاست گذاری پولی کشور. دقت میفرمایید الان هم به همین صورت است. آقا میگیم راه آهن بسازیم، میگیم از این پول استفاده بشه، پول مردم رو به هدر ندهید. اینها چه میکنند؟ اینا مثلا یه دفعه شما میبینید بازار مرغ دچار قحطی میشه. ما افراد میگن این 50 سال این پول نفت به کجا رفته؟ 1500 میلیارد دلار کجا رفته؟ آقا با 1500 میلیارد دلار شما میتونستی کل این منطقه رو بسازی. آقا میتونستی بخری. با 1500 میلیارد دلار شما میتونستی کل لبنان رو بخری، کل سوریه رو بخری، کل زمیناشو بخری، کل عراق رو بخری، افغانستان رو بخری، پاکستان رو بخری، همشو میتونستی بخری. آخه مگر کم 1500 میلیارد دلار چه شده؟ یه سری دیگه میگن دزدی شده، مثلا دکل نفتی بردن. نه عزیز من، دزدی هم شده قبول، به کشور ممکنه به کشور دیگه هم کمکی شده باشه قبول، عمدش به عنوان واردات خوراک مرغ رفته. یعنی سیاست مرغی که ما داریم در زمینه توسعه هیچ کشوری تا امروز در دنیا عمل نکرده. و عجیب اینجاست که دولت و افرادی که راندخار هستن متحدن، مردم هم حمایت میکنن. این خیلی بده، این خیلی بده که این افراد میان وارد میشن. حالا بنده کسی نیستم، ولی همین که مستقل هستم سعی میکنن که کاری کنن که بنده سکوت کنم، که میبینید که سکوت هم نمیکنم. من یه مقدار اطاله کلام داشتم، برگردیم به مباحث بازارها و بازار سرمایه. سرکار خانم دکتر، عذرخواهی میکنم، بفرمایید. استفاده کردم، بفرمایید کلانتری. خواهش میکنم. بله، این تحلیل های ظریفی که جناب دکتر سعدوندی مبتنی بر اون نگاه کلانی که دارن ارائه میدن همیشه نکات آموزنده و قابل استفاده و بدیعی برای همه ما داره. متشکرم. اما برگردیم به سرکار خانم دکتر محبی. خانم دکتر، شما یکی از ویژگی هایی که دارید و چیزی که بین سهامدارا معروف هستید اینه که همواره بدون هیچ ملاحظه‌ای و بدون هیچ واهمه‌ای واقعیت رو بیان میکنید و منفعت سهامداران رو در چیزی که بیان میکنید در اولویت قرار میدید. من میخوام از شما در مورد یکی از مباحثی که الان بهش اشاره شد بپرسم. این نرخ خوراک پتروشیمی ها سرانجام داستانش به نظر شما چی میشه؟ آیا به نفع مردم خواهد بود؟ به ضرر مردم خواهد بود؟ خیلی ها مثلا میگن که هدف از این کار اینه که پتروشیمی ها ورشکسته بشن و در نهایت مثلا به بخش خصوصی واگذار بشن و حرفایی از این قبیل. نظر شما چیه در این مورد؟ خواهش میکنم. من ممنونم و سپاسگزارم از سهامداران عزیزی که همراه هستن و این اعتماد رو به من کردن. واقعا هم من همیشه تلاشم این بوده، حداقل توی 3-4 سال گذشته که توی این بازار بودم و تریبون داشتم از طریق همین فضای مجازی، بتونم حداقل زمانی که احساس میکنم واقعیت ها رو بگم. الان در رابطه با نرخ خوراک پالایشی، آقای کلانتری، آقای دکتر، ما یک چیزی رو داریم به نام نرخ خوراک که از 17 اردیبهشت ماه تا امروز بارها و بارها توی بازار ما تأثیر گذاشته. 17 اردیبهشت باعث اون فروش سنگینی شد، زمانی که هیچ کدوم از مدیران، من ارتباط بسیار نزدیکی با مدیران دارایی بسیاری از کارگزاری ها دارم، حتی بالاترین مقام های مدیران دارایی در بروکرهای مختلف، در کارگزاری های مختلف، اصلا از چنین چیزی آگاه نبودن. پس اون کت هایی که سنگین فروختن کیا بودند؟ سمت. زمانی که مدیران دارایی بازار، هیچ کدوم از ما اطلاع نداشتیم. پس اینها کیا بودن فروختن؟ بعد از 2 ماه اون نامه پابلش میشه، اثر سوشو بعد از 2 ماه میبینیم. بعد افرادی میان دوباره در حمایت میان میگن نه باید برگرده، دوباره اثر منفیشو میبینه. در این 3 ماه یک نامه چقدر باید قدرت داشته باشه که بتونه اینقدر آسیب بزنه به بدنه بیمار بورس؟
و در نهایت تو هیچ کدوم از این اتفاقایی که تا الان افتاده منفعت سهامدار مشاهده نشده. و من به ضرس قاطع میگم حتی اگر نرخ خوراک پالایشی به این توافق برسی که مجدد به عدد قبلی که 5000 تومان هست برگرده از 7000 تومان، در نهایت به شخصه فکر میکنم که منفعت سهامدار دیده نشده، بلکه دلایل پنهانی داره که به اون دلیل که نمیدونم چی هست اومدن نرخ رو برگردوندن. یعنی من بعید میدونم که روی کرد تصمیم گیران حداقل در این ساعت کمک به سهامدار آسیب دیده باشه. ببینید آقای کلانتری، آقای دکتر، ما در سال 1402 در سالی هستیم که شعار سال کاهش تورم، رشد تولید، روی کرد مردمی سازی اقتصاد رو داریم، روی کرد مردم سالاری اقتصاد رو داریم. یعنی چی؟ یعنی اقتصاد ما باید بگون این دیگه دستور بالاترین مقام کشوره که آقا تمامی مردم باید در اقتصاد و منافع اقتصادی کشور سهیم باشند. ولی اون چیزی که مشاهده میشه کاملا خلافه. یعنی ما هیچ تصمیمی رو متاسفانه، هیچ روی کردی رو به نفع مردم اینجا نمیبینیم. این رونقی که ممکنه در آینده اتفاق بیفته به نظر من به شخصه، شاید من کمی بدبینی شده باشم، اما فکر میکنم در نهایت منفعت سهامدار، منفعت افراد عادی جامعه در این مشاهده نمیشه. و دلیل هم دارم، ما در بورسی داریم صحبت میکنیم که حالا 100 تا شرکت بزرگ بورس رو در نظر بگیریم، بالغ بر 70-80% دولتیه، 20% دست مردمه و هرگز منافع 20% ارجحیت و اولویت به اون 70-80% نخواهد داشت خیلی راحت. پس ما اگر میخوایم واقعا به این باور برسیم که نرخ خوراک به گونه ای تغییر کنه که منفعت مردم رو به دنبال داشته باشه، باید کنترل دولت رو روی شرکت هایی که حداقل بورسی شدن کاهش بدیم. اصل 44 قانون اساسی، واقعا قانون اساسی بالاترین سند بالادستی کشوره. همه ما موظف هستیم که قانون اساسی رو به عنوان کتاب دعامون داشته باشیم و مثلش عمل کنیم. اما واقعا آیا اصل 44 از انجام میشه؟ اینکه شرکتی بورسی بشود، متعلق به مردم بشود، مدیرانش توسط افراد خاصی مشخص بشن، نرخ خوراکش رو دولت بده، نرخ فروشش رو دولت مشخص کنه، نحوه بازارش رو اون مشخص کنه، پس این چه خصوصی سازیه؟ پس تصمیم گیرنده تو این شرکت آیا بخش خصوصی؟ خیر نیست. احسنت. احسنت، کاملا درست. خیلی ممنون. حالا با هنوز از مسائل کلانی خورده دور نشدیم و میخوایم در نهایت یه خورده جزئی تر به بازار بورس بپردازیم، یه سوالی هم که خیلی از ما شده بود در مورد تاثیر عضویت دائم ایران در بریکس هست که بر اقتصاد و مشخصا بورس چه تأثیری میذاره. دکتر اگه میشه در این مورد هم توضیح بفرم. بله، من بورس تبریک گفتم، بسیار خبر خوبی بود. اما این که شما یه مقداری بعضی از افراد سعی میکنند که بیش از حد از این دوغ کره بگیرن، یه مقداری جای تأمل داره. خیلی خبر خوبی بود، امیدوارم که این عضویت واقعا قطعی بشه، سال 2024 ایران عضو بریکس باشه، خیلی خیلی خوبه. ولی اینها پیمانهای تجاری خیلی جدی نیستن. یعنی شما ببینید مثلا امریکا میره با مراکش قرارداد تجارت آزاد میبنده. همون قرارداد تجارت آزاد رو اگر ما با افغانستان بسته بودیم، از همین بریکس هم میتونست اثرات آثار مثبت اقتصادیش و آثار خارجی که میتونست داشته باشه بر اقتصاد ایران میتونست بیشتر باشه. دقت میفرمایید؟ پس بسیار قدم مثبت، هم پیوستن ایران به پیمان شانگهای که یک پیمان حالا نسبتاً امنیتی هست، هم پیوستن ایران به پیمان اوراسیا و هم پیوستن ایران به بریکس جای تبریک داره، جای تشکر داره. ما قدردان هستیم اگر کاری درست انجام بشه، منتها پیدا نمی کنیم. هرچی می گردیم می بینیم تخریب داره صورت می گیره. منتها بازم عرض کردم خدمتون اینا خیلی تأثیر جدی نخواهد داشت. من جای دولت بودم، همون سیاستی که شاید یک زمانی خود من هم در فضای مجازی سعی کردم این سیاست رو تقویت کنم،
و اون پیمانهای تجاری با کشورهای منطقه هست، همون رو دنبال کنند خیلی بیشتر میتونن نتیجه بگیرن. و البته عرض کنم خدمتتون، ایران کشور ما، حالا هم مردم، هم حاکمان، هم دولت مردان، هم کارشناسان اقتصادی اعتقادی به تجارت آزاد با همسایگان ندارن متاسفانه. شاید مردم ندارن، بعد از اینکه تحریم ها برگشت ایران بود که پیمان تعرفه ترجیح با ترکیه رو لغو کرد. جالب ها، ما تحریم شدیم بعد ایران میره پیمان رو لغو میکنه، نه ترکیه. این خیلی عجیبه. بعد میگن خب ترکیه بیشتر منتفع میشد. خب تو تحریمی این اقتصاد هاش، این دو تا اقتصاد در هم دیگه ادغام بشن به نفع شما خواهد بود. کاملا برعکس. بارها ما این مسئله دیدیم، مثل همین مبحث دلار زدایی که مطرح شد. بنده با سالها عرض کردم پیمان چند جانبه پولی که همین افراد اقتصاد مقاومتی روش تاکید داشتن، پیمان چند جانبه پولی رو که بنده از خودم که نگفتم، که بقیه تلاش میکردن، ما سینه‌شو میزدیم، دقت میکنید، ولی اون رو عمل نمیکنه، اون رو هیچ جای اجرا نشده، هیچ دستاوردی نداشتن. بعد میان مفهوم دلار زدایی رو تغییر میدن، اسم دلار هم روش میگذارن، و واقعیت این هست که آنچه زدوده شد مردم مظلوم ایران بودند. یعنی جیب مردم دارن میزدایم دیگه، با دلار زدایی دارن جیب مردم خالی میکنن. هیچ کس هم توانایی اعتراض نداره، توانایی هشدار نداره. این دلار زدایی کاری که انجام شده، که شما قیمت کارخونه که مواد اولیش ایرانیه، شما باید با قیمت سرکوب شده بفروشی به دلال، به دوستای ما، دقت می‌کنن، دوستان برون در بازار آزاد با قیمت بالا بفروشند. این اسمش این دلار زدایی. این برای واقعا حمایت از صنعت داخلیه، برای حمایت از محرومان و مستضعفانه، برای حمایت از مردم مظلوم ایرانه، یا نه برای پر کردن جیبتونه؟ من نمیدونم، مردم پاسخ بدن، مشاهده رو خودتون مشاهده کنید ببینید واقعیت کدومش داره اتفاق میفته. اونی که من میبینم به نظرم میرسه که متاسفانه از این شعارها استفاده میشه در جهت تخریب بیشتر اقتصاد ایران. حالا تا سالها میگذره شما خواهید دید که همون قضیه دکل نفتی به مراتب بزرگتر از دکل نفتی در همین دلار زدایی در نهایت به جیب دلالا منتقل خواهد شد. اینها از حرم الشمس است. اون تا افرادی نادیده میگیرن. چرا؟ چون تعارض منافع دارن. چون همین دوستانی که در مورد تعارض منافع تلاش میکردن ما حمایت میکردیم، در مورد شفافیت تلاش میکردن ما حمایت میکردیم، کجا هستن؟ کجا چیکار میکنن؟ فقط هدف گرفتن قدرت بود. خب باید پاسخگو باشن دیگه، میدونید. پس بنابراین فعلا وضعیت خوبی نداریم. یعنی سیاست ها الان به سمت متاسفانه تخریب بیشتر داره حرکت میکنه. اون تا باز تاکید کردم در بازار بورس بالاخره به نظر من این رشد پایکولی در نهایت باعث در واقع افزایش نقدینگی و افزایش تورم خواهد شد و بازار بورس احتمالاً یک ثباتی داشته باشه یا حتی رشدی داشته باشه، مخصوصاً با شرایط اقتصاد در آخر سال و با شرایط سیاسی که در آخر سال داریم. سوال شما رو پاسخ دادم آقای کلانتری؟ بله، خیلی ممنونم. یه خورده از مسائل کلان گذر بکنیم و بیشتر جزئی تر بشیم در مورد بازار. خانم دکتر، شما نظرتون درباره استراتژی میانگین کم کردن چی؟ اصلا میانگین کم کردن رو که خیلی مشهور هم هست به عنوان استراتژی برای حالا مخصوصا این روزهای کم رونق بازار سرمایه به رسمیت میشناسید و در موردش نکته‌ای دارید؟ شاید سیاست خرید پله‌ای سیاست مناسبتری برای بازارهای در حال نزول، اصلاح و یا کاهش باشد. بازار ما یک بازار یک طرفه است، یعنی ما صرفاً سمت خرید، یعنی میتونیم با لانگ وارد بازار بشیم و همواره سمت شروع بازار سمت خرید. بنابراین تنها مسیری که میتونه بر علیه معامله‌گری ما باشه مسیر نزولی هست، یعنی بازار ما بازاری نیست که از نزول بتونه سود کنه. بنابراین به شخص سیاست میانگین کم کردن رو مخصوصا در بازارهای نزولی به هیچ وجه قبول ندارم. یعنی به نظر من صرفا از نظر
ذهنی از نظر هیجانی میتونه میزانی حداقل نشون بده که درصد زیان کمتر هست. ولیکن اگر عزیزان تمایل به خرید در مقاطع مختلف دارند و فکر میکنند بازار کمتر پایین تر میاد، خرید پله‌ای با این روی کرد که در زمان ورود اولیه با تمام پولشون وارد نشن، درصدی رو احتمال بدن برای مبالغ پایین تر. به هیچ وجه در بازارهای نزولی، در بازارهای ناپایدار، در بازارهای بی ثبات، آقای دکتر به درستی اشاره فرمودند، گفتند که به خاطر تورم، چون ما از یک طرف رشد پایه پولی رو داریم، از طرف دیگه بحث ضریب فزاینده پولی که به شدت افزایش پیدا کرده، به هر حال فرمولش یک روی آر آر هست، آر آر ما هم هی داره افزایش پیدا میکنه، نرخ بهره بین بانکی هی داره افزایش پیدا میکنه، پس هر دو عامل تشکیل دهنده رشد نقدینگی، هم پایه پولی و هم ضریب فزاینده در حال افزایشه. یعنی چی؟ یعنی ما یک تورمی رو به زودی خواهیم داشت. خب شرکت ها از نظر تورمی و نه از نظر عمل کردی رشد خواهند کرد، و وقتی که دارایی های شرکت به واسطه تورم رشد میکنه و این به واسطه رشد سوداوری نیست، به هیچ وجه میانگین کم کردن روش مناسبی در این بازار ناپایدار، در این بازار آسیب دیده، در این بازاری که به شدت کنترل میشه و بازاری که هر لحظه دستخوش تغییرات تصمیمات خلق و سایه روش تاثیر میگذاره، سیاست مناسبی نیست به نظر من برای ترید کردن و معامله کردن. درسته، متشکرم. برگردیم به جناب دکتر سعدوندی. یه شرکت هایی تو بورس ما هستن که از قدیم به شرکت های بنیادی معروفن، همین شرکت هایی که اصلا بحث خوراک، نرخ خوراکشون مطرح بود، شرکت های انرژی که یارانه انرژی دریافت میکنن و معروف بود بین بعضی از سهامدارا که آقا اینا رو بخر بنداز کنار، سهام بنیادی هستن که شما کاری نداشته باش. با توجه به این شرایطی که الان بحث شد و این ریسکی که درباره نرخ خوراک اینا رو تهدید میکنه، آیا هنوز میشه به این چشم به این شرکت رو نگاه کرد، یا باید این ریسک رو یه بهای جدی بهش داد و دنبال شرکت های بنیادی دیگه باشیم که این ریسک رو نداشته باشن؟ بله، سوال خیلی خوب مطرح فرمودید. ببینید، اصل اساسی سیاست‌گذاری پولی در کشورهای پیشرفته و به طور کلی سیاست‌گذاری اقتصادی این است که ثبات رو در اقتصاد حکمرانی کنند. وقتی میگیم ثبات رو حکمرانی کنند، یعنی این که ریسک سیستماتیک بازار رو کاهش بدهند. دقیق می‌فرمایید. در کشور ما الان 2 سال هست که مرتب تلاش میشه ریسک سیستماتیک بازار افزایش پیدا کنه. به جای اینکه پیش بینی پذیری بازارها افزایش پیدا کنه، سعی دارن اصلا پیش بینی پذیری بازارها رو از بین ببرند. افراد غیر متخصص رانتی دخالت میکنن در تصمیم گیری های اقتصادی، حتی در سیاست گذاری که قطعا دخالت میکنن، حتی در نظارت هم اخیرا دخالت میکنن. دقیق میفرمایید. ببینید، فرد فاسد خودش ناظره. این درد رو کجا ببریم؟ این دیگه کارو خراب میکنه. این نکته هم که شما فرمودید بله خیلی مهمه. ببینید، دولت در سال 99، دولت تدبیر و امید، به سهامدارانی که از تجربه کافی برخوردار نبودند اجحاف کرد. سهامدارانی که تجربه داشتند، سهامداران بنیادی بودند، سهامداران ارزشی بودند، این سهامداران حتی در اون سال نه فقط متضرر نشدند که منتفع هم شدند. یعنی از ابتدای سال تا انتهای سال حتی بالاتر از نرخ تورم دریافتی داشتن، بالاتر از نرخ بهره بانکی یا نرخ سود اوراق، حتی در سال 99 بهره داشت، یعنی بهره مند شدن از بازار. اما دولت بعد از اون بر پشت این سهامداران حرفه‌ای هم ضربه زده، خنجر زده و با افتخار این کارو میکنن. یعنی هواداران دولت، مثلا وقتی که میگیم که این شرکت های فولادی، شرکت های پتروشیمی، شرکت ارزشمندی هستن، اینها سرمایه های ملی هستن، این عزیزان مثلا تظاهرات میکنن، مثلا تورم رو به دلیل شرکت های پتروشیمی فولادی میدونن. یعنی دقیقا همون شرکت هایی که باعث شدن تحریم عمل نکنه، اینها با اون، در واقع نمیدونم با چه برداشت این صحبت ها رو میکنن، با چه وجاهت علمی میرن تظاهرات میکنن، ولی دقیقا همون شرکت ها هدف قرار گرفته و یک روزی مشخص میشه که سر نخ این نوع
در واقع این اعتراض ها و این نوع سیاست گذاری ها سرنخش هایی در داخل کشور بوده یا در خارج کشور بوده. چه بسا که همان نهادی که تحریم رو وضع کرده همان نهاد تصمیم گرفته که این عزیزان به خیابان بیایند و بر علیه مهمترین سپر اقتصادی کشور موضع بگیرند. دقیق می‌فرمایید. پس بنابراین وقتی شما پتروشیمی رو زدی، وقتی فولاد رو زدی، ریسک سیستماتیک بازار رو افزایش دادی. نه فقط پتروشیمی و فولاد رو زدی که کل بازار رو زدی. هدف کل بازار، هدف کل اقتصاد ایرانه، هدف به خاک سیاه نشستن مردم مظلوم ایرانه و در نهایت هدف تجزیه و فروپاشی ایرانه. یعنی اصلا این افرادی که در واقع ایران ستیزان نمیخوان اصلا کشوری به نام ایران وجود داشته باشه. دوستان دقت بفرمایید، خیلی مسائل خطیر هست. شما یک تظاهرات مسخره بر ضد پتروشیمی و فولاد میبینید، بنده تجزیه ایران رو پشتش میبینم. اینها خائن هستند. کسانی که به دنبال تجزیه ایران باشند ممکنه فارسی صحبت کنند، ولی خائن هستند. دقت بفرمایید، بنابراین شرایط خیلی خطیر هست. متاسفانه ریسک سیستماتیک بازار افزایش پیدا کرد. خیلی باید کار جدی انجام بشه تا اعتماد مجددا به بازار بازگردد. متشکرم. خانم دکتر، من یه جمله‌ای رو می‌تونم بگم. بفهم. آقای دکتر، دوست دارم نظر جناب عالی رو در این رابطه بدونم. در شرایطی که عمق تحلیل اینقدر کوتاه شده، عمر تحلیل‌ها هم کوتاه شده، یعنی شرایط ناثبات و ناپایدار سیاسی تصمیمات خلق الصائب باعث شده که عمر تحلیل ها بسیار کوتاه باشه و ضریب خطای تحلیل ها افزایش پیدا کنه. یعنی سهامداری که میاد بر اساس تحلیل خرید و فروش میکنه، دو تا تهدید بزرگ داره که در سایر بازارها نداره. و اون این چیه؟ تحلیلش بسیار کوتاه مدته، یعنی اکسپایری دیت داره، شاید مربوط به یک روز باشه. روندها کوتاه مدتر شدن، کانال ها کوتاه مدتر شدن از منظر تکنیکال و ضریب خطای این تحلیل ها افزایش پیدا کرده. در این روی کرده دکتر، من فکر میکنم تصمیم گیری برای خرید حتی سهم های بنیادی مثل فولاد، مثل سهم های جانداری که توی بورس هستن، به دید بلند مدت، مخصوصا اگر افراد با روی کرد درآمدزایی از بازار بهش نگاه میکنن، در این شرایط من زیاد این روی کرد رو مناسب نمیبینم. دوستان نظر جناب عالی رو هم بدونم. بله، ببینید، واقعیت این است که ما وقتی از نظام بازار صحبت میکنیم، مهمترین مزیت نظام بازار انعطافش است. یعنی وقتی ریسک سیستماتیک شما افزایش پیدا کرد، قیمت سهامت میریزه، حالا قیمت سهام گریخت ارزشمند میشه، یعنی بازدهی که سهام پیدا میکنه بیشتر میشه. الان بازده سهام‌ها خیلی بیشتر از قبل، یعنی نسبت پی وی می‌بینید اومده پایین. منتها یه مسئله هم دقت بفرمایید که ما متأسفانه بی‌رحمی در سیاست‌گذاری و قساوت می‌بینیم متأسفانه در سیاست‌گذاری و اینها قابل بخشش نیست. ما برای اینکه این کشور رو تا همینجا نگه داریم خیلی خون‌ها دادیم، شهید دادیم که این کشور باقی بمونه. اینکه شما می‌بینید قیمت محصولات پتروشیمی در بازار جهانی سقوط میکنه، همزمان سعی میکنه از طرف دیگر شرکت پتروشیمی تحت فشار قرار بدی، که میدانی اگر شرکت پتروشیمی تحت فشار قرار بگیره کل صندوقهای بازنشستگی ورشکست میشن و مشکل بزرگ امنیتی برات به وجود میاد، ولی اینو نادیده میگیری، مشکل امنیتی شروع میکنه ایجاد کردن و تنها دفاعی هم که داری این هست که یک سری اقتصاددان هستن که دارن با ما مخالفت میکنن. یعنی انگار این اقتصاددانان مثلا فقط تنها مشکل کشور هستند. خب اینا رو که می‌بینیم جای تأسف جدی داره. عرض کردم خدمتتون ریسک سیستماتیک افزایش پیدا کرده. برخی از شرکت‌های قبلا به عنوان در واقع شرکت‌های امن شناخته می‌شدن، به طور مشخص فولاد و پتروشیمی، از سه جهت حمله شده بهشون. مثل یک، حالا شاید برخی از دوستان سنشون نرسه، در انتهای جنگ یک عملیات فاو داشت عراق که فاو رو گرفت، یعنی فاوی که ایران با یک در واقع با یک تحور و جسارت خیلی جدی از عراق گرفته بود و ارتباط عراق رو با دریا قطع کرده بود، عراق بازپس گرفت و آغاز پیشروی های خیلی گسترده ارتش عراق.
این چیزی که در پتروشیمی اتفاق افتاده امروز به نظر من قابل مقایسه است با عملیات فاو و میتونه واقعا اقتصاد ایران رو به زانو در بیاره. همزمان دقت بفرمایید، گاز پتروشیمی داره قطع میشه، همزمان قیمت جهانی پتروشیمی به شدت کاهش پیدا کرده، همزمان دست درازی میشه به ارز پتروشیمی ها، همزمان پتروشیمی ها تحت فشار قرار میگیرن، در حالی که ارزشون رو وارد کشور میکردن ادعای پیمان سکواری 100% میشه توسط افرادی که اصلا پیشینهشون مشخص نیست، هیچ عرضه‌ای تا امروز تا حتی در اداره یک نانوایی نداشتند، همین افراد با قلدری ادعای پیمان سکواری 100% رو میکنند، نرخ ارزی که در واقع صادرات پتروشیمی رو خریداری میکنند پایین تر از در برخی مواقع پایین تر از نرخ بازار هست. دکتر برای سودهاشون برنامه ریزی میشه که این سودها رو به ما بدید. آفرین. دست اندازی میشه، دست درازی بله. میشه سودهاشون. بله روی سود دست درازی میشه، روی مالیات همزمان همه اینا اتفاق افتاده. پشت درهای بسته در خفا نرخ خوراک پتروشیمی هم افزایش میدن. یعنی انگار که یک اتاق فکری بوده در یک ناکجا آبادی، مثلا در سیاره مشتری، دقیق می‌فرمایید که دقیقا تحلیل کرده اقتصاد ایران رو، گفته که آقا این صنایع فولاد و پتروشیمی نگذاشتن این کشور به زانو در بیاد، الان زمانشه که با شعارهای ارزشی ما بریم این صنایع پتروشیمی رو از بین ببریم. و من برداشتم این است که بله ریسک بسیار بالاتر از قبل هست، دیگه نمیشه به صنایع پتروشیمی مثل قبل نگاه کرد. افتضاح سیاستگذاری دولت جناب آقای رئیسی بوده، افتضاح سیاستگذاری بوده. به نظر من در انتخابات مجلس در انتهای سال و در انتخابات ریاست جمهوری آینده خواهند دید افرادی که این مسائل رو طراحی کردند که چه تأثیرات جدی خواهد گذاشت. اعتماد مردم از بین رفته و خیلی هم سخت باز میگرده. اگر من جای این افراد بودم یک مقدار سعی میکردم دلسوز کشورم باشم. حالا درسته ممکنه در خارج از کشور اینها بالاخره پاسپورت دارن، نمیدونم ویلا دارن، مسائل دیگه دارن، خیلی زندگی تأمینی دارن، افرادی که معمولا اینجوری با قساوت سعی میکنن اقتصاد رو از بین ببرن. تا اونجایی که من، چون من 20 سال ایران نبودم، میدیدم بالاخره عزیزان میومدن، تشریف داشتن، زندگی خیلی مناسبی داشتن، اینو تصمیماتم خیلی راحت میگرفتن بدون دغدغه. ولی اگر کسانی در این لایف هستن که میتونن تاثیرگذار باشن یا میتونن اعتراض کنن، حتما اعتراض کنید. کشورمون در خطره، اقتصاد کشورمون در خطره، اصلا بورس که فدا شد، بورس که فنا شده فعلا. البته عرض کردم خاصیت بازار این هست که وقتی ریسک ها بالا میره نسبت به بی‌بی‌ای کاهش پیدا میکنه، در نهایت برخی از سهامداران جرأت میکنن و بازار برمیگردن. ولی این بازگشت به بازار احتمالاً در مورد پتروشیمی ها دیگه مثل سابق نخواهد بود. به نظر من جای دولت بودم که فکر نمی کنم اصلا صدای ما رو بشنوند، اصلا هیچ توجهی به نظر کارشناسی داشته باشن. ولی اگر گوش شنوایی بود، من جای دولت باشم در همین هفته آینده یک جلسه، دو جلسه، یک روز، دو روز هیئت دولت رو به طور کامل اختصاص میدم به رفع موانع دو صنعت پتروشیمی و فولاد و این رو به بازار اعلام میکردم، تغییرات جدی به وجود میآوردم، اجازه میدادم سوداوری به این دو صنعت برگرده که ریسک سیستماتیک بازار کاهش پیدا کنه. از نظر سیاسی هم به نفعشونه، ولی بعید میدونم سخن کارشناسان و سخن دلسوزان شنیده بشود. سپاسگزارم. اگر موافق باشید کم کم باید بحث رو ببندیم و روز شب دیگر سرکار خانم مهدی افتخار بدهن، باز مجددا میتونیم لایوی داشته باشیم چون صحبت ها تموم نشد. بله من با یک سوال بحث رو میبندم. نظر هر دو بزرگوار رو میخوام در این مورد بدونم. یکی از چیزهایی که میدونیم بر بازدهی بازار بورس در کوتاه مدت و بلند مدت تأثیر داره، بازدهی بازارهای موازی هست. رونق اصلی بازار بورس در تمام دنیا وقتیه که مردم از بازدهی بازارهای موازی مثل مسکن و غیره ناامید میشن. من میخوام بدونم که شما وضعیت بازارهای موازی رو الان چطور میبینید؟ اول خانم دکتر بفرمایید، بعد جناب دکتر. استاد ارجحیت دارم، خواهش میکنم. آقای دکتر کم کردم، حالا شما بفرمایید من آخرش جمع کنم. فرقی نداره، میخواد جناب دکتر، فرقی نداره. بفرمایید خانم دکتر. خانم دکتر بفرمایید. خواهش میکنم. من یک رویکرد کلی دارم که این رو توی لایف های قبلیم بارها و بارها اعلام کردم.
برای من معیار میزان قدرت نفوذ دولت در بازارهای مختلفه. یعنی میگم بازار موازی، حالا تعریف میکنیم بازار دلار، بازار طلا، بازار ملک، بازار بورس، بازار خودرو، هر بازاری که قدرت نفوذ دولت درش بیشتر باشه احتمال سرکوب قیمت ها توش بیشتره و اون رشدی که میخواد بکنه به واسطه تورم در بلند مدت تر اتفاق خواهد افتاد. یعنی چی؟ بازارهای مثل ملک، بازارهای مثل طلا که از حالا عوامل خارجی دارن تأثیر میگیرن، اینها به واسطه اینکه زیاد دستکاری نمیتونه بشه قیمتهاش، زیاد تأثیر پذیر نیست، اینها سریعتر رشد میکنن. ببینید تمامی این بازارها فرض کنیم که هر کدومش باید 20% رشد کنن، به صورت میانگی این بازارهایی که دولت توش کمتر میتونه تأثیر گذار باشه اون 20% خودش رو رشد میکنه. بازاری مثل بازار بورس، بازاری مثل بازار خودرو که توش تأثیر گذار هستن، این 20% توش به حالت فنر فشرده میماند و یک جا خودش رو نشون میده و در این بازارها احتمال جاماندن سهامداران و سرمایه گذاران بیشتره. چرا؟ چون بازارهای دیگه حالت طبیعی تر دارن، به صورت نرم افزایش پیدا کردن، این بازارها خیلی راحت میتونن بازیگران خودشون و سهامداران خودشون رو جا بذارن، اما به راحتی به سود نمیرسن. این به نظر من در بازارهای مختلف این رویکرد رو حداقل در کوتاه مدت خواهیم داشت. متشکرم جناب دکتر سعد. خواهش میکنم. ببینید من بارها عرض کردم هم در ایران هم در سایر کشورها اگر بازدهی بالاتری بازارهای دیگر بدهند افراد در بازار سهام سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. بازار سهام بازار ریسکیه. دقت می‌کنید اگر که یک شرایط بدون ریسکی در بازار طلا مثلا به وجود بیاد، در بازار ارزهای خارجی به وجود بیاد، در بازار ملک به وجود بیاد، خب بخشی از منابع به اونجا منتقل میشه. بازار سهام معمولاً وقتی که سرمایه‌گذاران از سایر بازارها ناامید باشند، البته به جز بازار مسکن، در بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند. در سایر کشورها سعی می‌کنند منابع رو به سمت بازار سرمایه هدایت کنند. در کشور ما خب یک انادی رو شما می‌بینید در سیاست‌گذاری نسبت به بازار سرمایه وجود داره. یعنی کسانی که در واقع اقتصاد نادانانی که با دولت هم نزدیک هستند، شما می‌بینید که خیلی خیلی راحت این اناد و این کینه‌ای که نسبت به بازار سرمایه دارن رو عنوان میکنن. خب این خیلی عجیبه، دولتی که از همین سهامدارا رأی گرفتند، بخش بزرگی تعداد بزرگی از کاندیدای ریاست جمهوری که الان پست‌های بالایی دریافت کردن، اینها اون زمان قول‌های ویژه داده بودن به سهامداران و حالا انتخابات نزدیکه، حالا ببینیم این دفعه میخوان چیکار کنن. ولی دارن مشکل پیدا میکنید عزیزان، شما افراد سیاسی هستید باید بتونید دارید مشکل پیدا میکنید. شما یک جامعه چند ده میلیونی سهامدار رو دارید از دست میدید، یک جامعه چند ده میلیونی بازنشستگان و در واقع کسانی که کارمند هستند و کارگران که بالاخره بخشی از ثروتشون در تامین اجتماعی و در بازنشستگی هست، اینها رو هم دارید از دست میدید. علاوه بر اینها صنایع در واقع کارگران، کارمندان، سهامداران صنایع بزرگ مثل صنایع پتروشیمی، صنایع فولاد همه رو دارید از دست میدید. خب من واقعا وضع خوب پیدا نخواهید کرد. اینو مطمئن باشید. دقیق می‌فهمید این وضعیت پس بازارهای موازی باعث میشن که سرمایه‌ها به سمت بازار ریسکی نیاد. در ایران همیشه همینطور بوده. یعنی وقتی از سایر بازارها افراد ناامید میشن میان به سمت بازار سهام. در شرایط کنترل تورم در کشورهای دیگه دیده شده، مثلا در امریکا در دهه 1980 در ابتدای دهه 1980 دیده شد، وقتی سیاست ضد تورمی در پیش گرفته میشه همه بازارها سقوط میکنن، از همه بیشتر هم بازار سرمایه، بازار سهام. اما به محض اینکه افراد به این نتیجه میرسن که سیاست کنترل تورم پایدار هست و موفق هست، اولین جایی که برمیگردن بازار سرمایه است. حالا اینا رو خدمتتون عرض کردم. اگر وضعیت تورمی در نیمه دوم سال مثل سالهای گذشته باشه،
باز هم ممکنه بازار ملک باز رشد کنه، ولی دقت کنید بازار ملک یک بازار بسیار گران هست در ایران. الان بسیار بسیار قیمت مسکن بالاتر از قیمت تعادلی خودش قرار داره. بنابراین احتمال اینکه به رکود برود هم هست. اگر بازار ملک به رکود برود، سایر بازارها توانایی هماوردی با بازار سهام رو نخواهند داشت. یعنی ممکنه شرایطی پیش بیاد در نیمه دوم سال که وضعیت بازار سرمایه وضعیت مناسبتری بشود. از نظر بازدهی که بازدهی نامینال و اسمی هست، نه بازدهی واقعی. الان دولت دیدید چه جشنی گرفتن که ما مثلا نرخ رشد اقتصادیمون 4% بوده، اومده آخه واقعا آخه باید شما یه مقدار مقابل مردم تعظیم کنید، آخه زشته که مقدار تواضع هم لازمه. خب تو اومدی نفت فروختی، الان نفت افزایش پیدا کرده، قیمت نفت افزایش پیدا کرده، صادرات نفت افزایش پیدا کرده، نفت و فروختی، پولاش هم که خارج از کشور بلوکه است و کاری نمیتونی باش انجام بدی. خب اونو به عنوان تولید ناخالص ملی حساب کردی، بعد افتخار میکنی، بعد میزنی تو سر دولت قبل. شما که چه تو سری داری تو سر دولت قبل میزنی؟ شما که همونید، همون سیاست دولت قبل رو دارید اجرا میکنید. بنابراین اگر بخوام خلاصه کنم، وضعیت بازار سرمایه میتواند مناسب بشود، بستگی به نظر بزرگان دارد. خیلی هم سریع و راحت می شود که وضعیت بازار سرمایه اصلاح بشود. من برداشتم این است که شرایط 3 ماه گذشته بازار یک نوع شرایط سیاسی و انتقام کشی سیاسی و گروکشی سیاسی بوده. خواهید دید در یکی دو ماه آینده که چه اتفاقایی خواهد افتاد. به نظر من بازی قدرت هست، بازی کثیفی هم هست، جای شرمندگی و تأسف هم دارد. امید داشتیم نهادهای نظارتی نظارتی داشته باشن که ندارند. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. ولی احتمال اینکه به صورت اسمی نه به صورت واقعی بازار سرمایه رشد کنه هست. سپاسگزارم. متشکرم از هر دو بزرگوار. اگر موافق باشید مباحثی که در این لایو مطرح شد رو به عنوان مباحث بنیادی و پایه‌ای در نظر بگیریم برای قسمت دومی که در آینده نزدیک برگزار خواهیم کرد و در مورد مشخصا صنایع مختلف بورس و حتی شاید سهام‌های مختلف و بازار طلا مثلا صحبت خواهیم کرد و دیگه در اون لایو این مباحث رو مطرح نمی‌کنیم. از همه هم عزیزانی که همراه ما بودند متشکرم. جناب دکتر، خانم دکتر، اگر صحبت پایانی دارید خواهش می‌کنم. من متشکرم از مدیریت خوب شما، ممنون از استاد عزیزم آقای دکتر سعدزاده، همیشه ازشون یاد می‌گیرم. بسیار ممنون، خیلی استفاده کردم. سلامت باشید آقای دکتر سعدزاده. من هم سپاسگزارم از سرکار خانم دکتر محبی به خاطر مطالب خوبی که مطرح فرمودند، به خاطر حضوری که در این لایو داشتند و همراهی که با ما داشتند، از جناب آقای کلانتری که زحمت میکشند استوریای خیلی خوب مطالب جدیدی و بدیعی رو در کانال کلینیک اقتصاد اخیراً استارت زدند و دوستانی که در کانال کلینیک اقتصاد هستند میبینند که چقدر جنبه آموزشی رایگان این کانال بالا هست. تشکر میکنم از شما، از سوال خوبی که مطرح کردید. لطفاً این رو ضبط یعنی سیو بفرمایید، چون به من پیام داده بودید حتما سیو بشه، و اگر ممکن هست این پوستر رو هم همین ابتدای کار آپلود بفرمایید که دوستان استفاده کنن. سپاسگزارم، شب خوبی داشته باشید. متشکرم. با آرزوی حکمرانی مجدد خرد بر تمام عرصه های حکمرانی در ایران زمین همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. تا لایو بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.